درود بر شما. برنامه امروز را در مورد احمد کسروی به شما پیشکش خواهم کرد و برنامه ویژه‌ای خواهد بود در مورد احمد کسروی، زیرا در 131 زادروز ایشان هستیم. کوشش میکنم که اول از شما کمی در مورد زندگی احمد کسروی سخن بگید و سپس پرسش هایی که این روزا مطرح است رو در میان سخنان شما داشته باشید. چرا این مرد در عمر، بهتر است بگوییم کوتاه، در عمر کوتاهی که داشته این همه مورد توجه نویسندگان، منتقدان، مخالفان، دشمنان و همه قرار گرفته و اون چه که سرنوشتش رو تعیین کرد مرگی بود به دست جاهلان؟ یکی از دلایلی که احمد کسروی در تاریخ مدرن ایران این گونه مطرح شد این است که در راه اندیشه در نقد به دین کشته شد و ما در این دوران مدرن آدم‌های زیادی نداشتیم که بدون اینکه وابسته به گروه دینی دیگر باشند در نقد به شریعت جان خودشون رو از دست داده باشن. افزون بر این، کسروی پایه‌گذار یک دستگاه فکری بود در ایران به اعتبار کارهایی که کرده بود. یعنی اگر کسروی آدمی بود که می آمد و بدون هیچ پیش درآمدی یک رشته حرف ها رو درباره اسلام و دین و شیعه می زد، شاید آنگونه از او برداشت نشده بود. این کسروی آدمی است که با رخت ملایی خیلی ها اون رو می شناختن. آدمی بود که در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده بود، یعنی پدر بزرگ او، پدر او بازرگان بود، خیلی آدم روشنبینی هم بود، ولی پدر بزرگ و نیاکان او همه اهل منبر بودند. یعنی اون مسجد که در حکم‌آوار بود، حکم‌آباد یا حکم‌آوار، هر دو درست است، در یه محله نسبتاً، حالا نمیخوام بگم فقیر نشین، ولی روی هم رفته تهیدستر تبریز به دنیا آمده بود. سه چهار تا احمد پیش از اون مرده بودن، یعنی احمد هایی که به دنیا آمده بودند و بنا بود که احمد کسروی باشند، سید هم باشند، اینها همه درگذشته بودند و احمد یا چهارم یا احمد پنجم بود، بیچاره مادر که به دنیا آمد و با زنده ماند و از این روی خیلی پدر به او دلبستگی داشت، مادر هم همچنین، چون پس از چند احمد دیگر این احمد ماند. بنا بود که آخوند بشود، بنا بود که منبری بشود، درس دینی هم در آغاز خواند، عربی رو خیلی خوب یاد گرفت، ولی خیلی باهوشتر از این حرفا بود و با دوستان و یاران خودش کتاب‌های دانشی می‌خواند درباره خیلی چیزهایی که پدر و مادر با اون آشنا نبودند. پدرش هم به او کسی بود که به او سفارش کرده بود که مبادا آخوند بشوی، بیچاره خواهی شد. ولی به هر روی هنگامی که پدر درگذشت و شوهر عمه سرپرست خانواده شد، رفتند و رخت دینی بر او پوشاندند و او رو نشاندند بر منبر و خوشبختانه ایشون چون پشتیبان مشروطه بود که تازه را افتاده بود، هنگامی که تبریز مورد هجوم دشمنان آزادی قرار گرفته بود، احمد کسروی 16 سال بیش نداشت. این است که خیلی آشنا بود با انقلاب مشروطه و آنچه میگذشت و در منبر به ستایش از مشروطه پرداخت و این است که آخوندهای دیگر او رو از این کار منبری برکنار کردند و این یکی از بزرگترین رویدادهای زندگی او بود که او رو از منبر پایین کشیدند. و کسروی
با دانش‌های نو آشنا شد و خیلی زود دریافت که دنیا بدون دانش نو به جایی نخواهد رسید و این آغاز روشنبینی احمد کسروی بود. این مرد تا 30 سالگی هیچ کتاب پژوهشی فارسی بیرون نداده بود و هنگامی که در درگیری با خیابانی، او عضو حزب دموکرات آذربایجان بود، از یاران خیابانی بود، حتی از مریدان خیابانی بود، ولی پس از درگیری با خیابانی به دلیل اینکه خیابانی به گفته کسروی بسیار خودکامه شده بود، از تبریز گریخت و به تهران آمد و دوره تازه از زندگی او آغاز گشت و در این دوره تازه استش که یک پژوهشگر برجسته تاریخ ایران شد. بله. جناب امینی، پیش از اینکه شما به شیوه کشته شدن او و یا مخالفان او و نگاهی که اونها داشتن به زندگی او بپردازید، چون به یک نکته اشاره فرمودین در این زمینه، مسئله پژوهش‌های اوست، آیا می توان از احمد کسروی یک فردی شناخت که دارای یه نوعی از بازاندیشی در دین یا اصلاح در دین یا هر کدام از این شیوه ها میتونسته باشه؟ اصلا شما شخصیت احمد کسروی رو چگونه میبینید؟ ببینید، کسروی اگر به کار پژوهش تاریخ تنها پرداخته بود، در تاریخ ایران به عنوان یکی از برجسته ترین پژوهشگران تاریخ شناخته میشد. کتاب تاریخ مشروطه، کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان و بسیاری کارهای دیگری که او در درازای زندگی کوتاه خودش انجام داد، یعنی در 24 سال زندگی پژوهشی انجام داد، او رو در کنار بزرگترین پژوهشگران تاریخ ایران اون زمان قرار میداد و شاید هم یک سر و گردن بالاتر از اونها. ببینید، کسروی در چند سال پس از آمدن به تهران کتابی نوشت درباره کتابی نوشت که در واقع 500 سال برداشت جامعه ایران رو دگرگون کرد، درباره پیشینه صفویان، شیخ صفی و تبارش، و در اون کتاب نشان داد که شیخ صفی کرد بوده و اهل سنت، شافعی، و این داستان شیعی شدن اونها یک گزینش سیاسی است که سالهای درازی پس از مرگ شیخ صفی روی داده از سوی نوادگان او، و این رو با سند نشان داد به راستی. اما احمد کسروی در اینجا نماند. یعنی اگر احمد کسروی تنها به کار پژوهش مانده بود، در همین زمینه یک آدم بسیار برجسته ای می شد. راستی این است که از میانه دوران رضاشاه، سال 1311، او در همکاری با مجله همایون که در قم منتشر می شد، بخشی از کسانی شد که به نقد به برداشت‌های چیره در دین پرداختند و نخستین نوشتار او در شماره نخست همایون درباره این بود که خرافات بر دین ما چیره شده. آدم‌های دیگری هم در این مجله می‌نوشتند که سالیانی پس از اون سرشناس شدند. برخی از اونها تا دوران جمهوری اسلامی باقی ماندند. این نخستین مجله اصلاح دینی در ایران بود. البته کسروی کار خودش رو در این زمینه پیشتر آغاز کرده بود، یعنی همکاری میکرد با یک مجلهی به نام العرفان که در لبنان بیرون میامد و سپس رفت در قاهره اونجا منتشر میشد. این از سوی یک روحانی برجسته روشنفکر دینی اون زمان بیرون داده میشد، بسیار هم اصلاح طلب بود. کسروی در اونجا پانویسی میکرد. کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان نخستین بار به زبان عربی
دل ار عرفان منتشر شد و خود کسروی سالهای پس از اون انگامی که در عدلیه دادگستری، البته اون موقع عدلیه میخواندن، رئیس عدلیه دماوند بود و کار زیادی هم نداشت، این کتاب رو خود او به فارسی برگرداند و بسیار به اون افسود و شد تاریخ 18 ساله آذربایجان. ولی این پیشتر در العرفان بیرون آمده بود. از این رو کسروی با اندیشه های اصلاح طلبانه دینی بیگانه نبود. یکی از کارهای او که بسیار برجسته بود و کمتر کسی به اون اشاره کرده این است که رساله کوتاهی رو از یک فیلسوف فرانسوی به نام کافه سوغات، لکافه دو سوغات، این رو از اسپرانتو به عربی برگرداند، نه از فرانسه، و خیلی معروف شد این داستان. البته جمالزاده یک خلاصه ای از این کتاب جزوه رو در روزنامه کاوه منتشر کرده بود در همون دوران انقلاب مشروطه، ولی به خود مقاله اونقدر خیلی روشنتر از اینها بود کاری که کسروی کرده بود. من در این سالها خیلی رو تشویق کردم که خود این رساله رو از فرانسه به فارسی برگردانند و هنوز آدمی نیافتم که این کار رو بکنم. این مقاله نگاه ویژه کسروی بود. چرا اینو برگزیده بود؟ چون دعوای کافه سوهات در هند در این بود که یه تا آدم از دینهای گوناگون با هم شروع کردن به گفتگو. گفتگو رو هم یک بازرگان اصفهانی آغاز کرده بود که به دین دیگه باور نداشت. هر کسی از زن خود یه داوری میکرد، مسیحی، یهودی، مسلمان، همه. در پایان کار هم یک هوادار کنفسیوس داوری داد. در پایان نتیجه این گفتگو که داوری کسروی رو نشان میدهد این است که باورمندان به همه این دین ها اگر تعصب رو کنار بگذارن یک باور دارن، و این آغاز روشنگری و آغاز رفرماسیون در اندیشه احمد کسروی بود. پس های امینی، به این ترتیب احمد کسروی اسلام ستیز نبوده، نقدی بر خرافه داشته و یا میخواسته پاکسازی بکنه اون بخشی رو که چیره شده بوده بر دینی که مردم باور داشتن. احمد کسروی پایان عمر یک انسان خدا باور بود. در همین کار شیعه‌گری هر کجا که به پیامبر اسلام اشاره میکنه میگوید رادمرد عرب. در آغاز به نقد آیین شیعی پرداخت و گفت این یک بدعتی است که زیان به دنیای اسلامی زده و کارهای نادرستی رو به وجود آورده. یه رگه هایی از اندیشه‌های سلفی در اون میتوان دید که بازگشت به آغاز اسلام است. اما رفته رفته از این اندیشه‌ها جدا شد. اگرچه در آغاز نقد او به شیعه‌گری بود و خرافات در اسلام، سرانجام به این نتیجه رسید که این دین‌ها رو خدا برای زمان خودش به وجود آورده و ما به این دین‌ها در دنیای امروز نیاز نداریم. در آغاز هم زیاد با دانش‌های نو سر و کار نداشت، ولی در پایان کار میگه دانش‌های نو این دین‌ها رو به هم ریخته، ما نیاز به یک دین ناب دیگری داریم. به همین دلیل هم رفت پای موضوع پاکدینی. مسئلش هم در پاکدینی نبود که من پیغمبر هستم، دین تازه دارم به وجود میآورم. خب بعد این دین‌ها رو پاک کرد، یک نوع پاکدینی در جامعه بشری به وجود آورد. و البته خب میدونید در این جریان هم به عنوان یک انسان سرگردان بود، یعنی کسروی تنها بود. این نیست که یک جنبش اجتماعی پشت کسروی بود. کسروی اندیشه‌هایی داشت که این اندیشه از جنبش اجتماعی و زمان خودش خیلی جلوتر بود. اگر امروز این اندیشه ها پیش می آمد شاید یک جنبش اجتماعی پشت احمد کسروی رو می گیره، ولی در اون هنگام احمد کسروی مردی بود تنها،
همراه با پیروانی که می داشت، ولی پیروانی که می داشت به یک سر و گردن از او پایین تر بودن. و این است که به عنوان مردی تنها داوری هایی رو کرد که برخی از این داوری ها هم شاید به دور از خرد باشه. بله، اجازه ببینید، میشود آیا نگاه احمد کسروی یا عملکرد احمد کسروی رو در اون دوره همانند دونست یا نزدیک دونست به روشنگری های برخی از دین باوران بر اروپای غربی، یعنی یه نوع عصر روشنگری دونست؟ میتوان، اما راستین است که چنین نیست. یعنی شما هنگامی که به لوتر نگاه میکنید که از دل کلیسا برخواسته بود، یه دوران ویژه‌ای بود که لوتر میتوانست این نوآوری دینی رو با یک حرکت اجتماعی همراه بکنه. کسروی از این منبع، از این نگاه، از این انرژی برخوردار نبود. یعنی همراهانی نداشت. یعنی کسروی کاری رو که آغاز کرده بود، انگوش شمار آدم‌های کنار او بودند و بسیاری هم او رو سرزنش می‌کردند. یعنی می‌گفتند که شما با دین ما در افتادی و این کار شما نیست. از این رو نه، کسروی جایگاه روشنفکران یا اندیشمندان، والا روشنفکرم شاید نباید در مورد اونها گفت، ولی اندیشمندان و دگرگون سازانی مانند لوتر رو به هیچ وجه نداشت، موقعیت اونها رو هم نداشت. لوتر یک آدم بسیار برجسته‌ای در درون کلیسا بود و هنگامی که به جنگ با کلیسا برخاست، یک تکانی به کلیسا داد. احمد کسروی آدمی بود پژوهشگر، روشنفکر، نظریه پرداز، اما دارای چنین جایگاهی در ساختار دینی نبود که بتواند این اندیشه ها رو در اون ساختار دینی پیاده کنه. بله، اجازه بفرمایید، آیا این کاری که احمد کسروی کرده و شما به مسئله تاریخش هم اشاره فرمودین، کار تاریخی که انجام داده، در همینجا یه پرسش مطرح میشه. خب احمد کسروی، شما در آغاز سخن اشاره فرمودین که سنش بسیار کم بوده در دوران مشروطه، چگونه است که این یادمانده ها و اون چی که در مورد تاریخ مشروطیت می نویسه به نظر یک تاریخ نگاری است که سالها بر تاریخ پژوهش کرده و سنی ازش گذشته؟ این یکی از شگفتی های زندگی کسروی است. هنگامی که فرمان مشروطه صادر میشه، احمد کسروی 14 یا 15 سال داشته. هنگامی که تبریز جنب و جوش بزرگ پشتیبانی از مشروطه درش در میگیره و نیروهای مشروطه خواه و استبداد در تبریز به جنگ با یکدیگر برمیخیزند، کسروی 16 سال بیشتر نداشته. ولی در این جنب و جوش بزرگ میشه و هنگامی که تاریخ مشروطه رو مینویسه، در اون دورانی که نه کامپیوتر بوده نه بایگانی اسناد بوده، از یادمانده خودش، دیگران و همچنین از روزنامه های اون زمان خیلی بهره میگیره و کاری میکنه که بسیار بسیار ارزدار هست. و اگر کجی هایی در این تاریخ مشروطه دیده میشه که بسیاری بر اون دست گذاردن، به خاطر این است که روی حافظه داره این کار رو انجام میده. همچنین تاریخ 18 ساله آذربایجان که براستی باید گفت از روی حافظه این کار رو انجام داده، نخست به زبان عربی و سپس به فارسی. کسروی در این زمینه یک نابغه است. یعنی کاری که او در این زمینه انجام داده بی نظیر هست. آدمی است که ببینید، هنگامی که در دادگستری عدلیه بوده و به عنوان یکی از بازرسان همراه دو نفر دیگر راهی شهرهای غربی ایران می شوند به عنوان بازرس عدلیه، در این سفر کتاب شهرها و دیهای ایران رو فراهم میکنه که 6000 شهر و دیه رو در هم چیده و درباره اتیمولوژی
نام این شهرها و دیها مطلب نوشته، دستیار نداشته، آدمی بوده که تنها بر پایه دانش خودش این کار را انجام داده و بسیار هم توانا این کار را انجام داده. انگامی که رفته و زبان ارمنی رو از یک آموزگاری یاد گرفته، کتاب شهریاران گمنام رو بیرون داده که یکی از کارهای بسیار برجسته او در تاریخ نگاری ایران به شمار می آید و بسیاری کارهای دیگری که بسیار ویژه هست در تاریخ ایران. آیا امروزون به شما به مسئله زباندانی ایشان و آگاهی از زبانها و فرا گرفتن زبان زبانهای دیگر به از سوی خودش، یعنی در اون زمان چندین زبان را یاد گرفته، نگاه میکنه؟ خب بسیاری میگویند که زبان آذری که خب زبان خودش بوده، ولی بد نیست اشارهی داشته باشیم به کتابی که در این زمینه نوشتن، تاریخ، یعنی زبان آذری، زبان باستان آذربایجان. این رو اگر ممکن است کمی در موردش صحبت کنیم. ولی این کتابی است که با نوشتن اون و به یاری یکی از دوستانش که بخشی از این کتاب رو به زبان انگلیسی برگردانده بود، ایشان عضو انستیتوی سلطنتی تاریخ شد در بریتانیا و خیلی حسادت خیلی ها رو برانگیخت که فکر میکردن اونها بیشتر شایستن. کسروی در این کتاب نشان میدهد که زبان تاریخی مردم آذربایجان ترکی امروزی نبوده، بلکه زبانی بوده به نام آذری که این زبان پیوند با زبان پهلوی داشته یا زبان پهلوانی، و از این رو این زبان ترکی با آمدن به داوری و با آمدن سلجوقیان هست که در آذربایجان گسترش پیدا میکنه، که البته من در کار پژوهشی خودم بیشتر پافشاری کردم که با آمدن صفویان، با آمدن نه طایفه قزلباش هست که این زبان بیشتر در آذربایجان گسترش پیدا میکنه، برای اینکه قزلباشان که به ضرب شمشیر اونها آذربایجان شیعه شد، زبان مادریشون زبان ترکی بوده، نه زبان آذری، حتی زبان ترکی بوده و اونها جایگزین شدن، آمدن و نشانده شدن در این بخش ایران و بخشهای دیگر ایران و زبان ترکی رو در ایران گسترش دادن، نه ترکی آذری بلکه زبان ترکی رو، زبان ترکی آناتولی رو گسترش دادن. ترکی آذری ترکیبی است از زبان باستان مردم آذربایجان و زبانی که از آناتولی به ایران آمده. اینها رو کسروی به نیکی در این کار نشان میدهد. در سالهای گذشته کوشش‌های زیادی شده برای اینکه نشان بدهند که این کار کسروی نادرست است. تا به امروز من سندی ندیدم، نوشتاری ندیدم که روشن نشان داده باشد که کار کسروی نادرست بوده بقید. و این مرد این کار رو در آغاز سده 1300 انجام داده، یعنی نزدیک به 97 سال پیش این کار انجام شده و کار بسیار بسیار ارزشمندی هست. من به همه میهنان فارسی زبان و آذری زبان سفارش میکنم این کتاب رو بیابند و بخوانند. جالب اینجاست که این کتاب یکی از کتابهایی بوده که در دوران رژیم گذشته هم جز بخشی از کتابهای ممنوعه به شمار نمی آمده. بله. حتی در دوران جمهوری اسلامی هم کتاب ممنوعه نبوده، یعنی می توان این کتاب رو در کتابخانه ها یا دستفروشی ها پیدا کرد و خرید و خواند. اجازه ببینید در مورد این مسائل شما به اشاره کردید، حالا که در کتاب هستیم بعد نیست این گفتگوی پرسش برانگیزی که همیشه در مورد احمد کسروی مطرح هست و اون است که نقدش به حافظ، نقدش به سعدی و پس از اون مسئله کتاب سوزان، چرا به این مسئله گرایش پیدا کرد؟ کسروی در نقد به واپسماندگی های فرهنگی ایران به افراط رفت، یعنی او باور داشت که چرا ایرانیان به فناوری روی نیاوردند مانند اروپاییان، چرا دنبال یک کارهایی نبودند که
ایران رو پیشرفت بده و همه به شعر و شاعری و داستان نویسی پرداختن و با خشم به این موضوع نگاه کرد. راستی هم این است که اگر شما به جای بهره برداری و لذت بردن از غزل حافظ و سعدی بروید به ژرفای برخی از داوری های اونها، خب چیزهای خوبی هم در کارهای اونها نیست. اما کسروی این رو تبدیل کرد به یک کارزار و گفت که تاریخ ایران باطل شده به دلیل این حرکت، و یه جنبشی به راه انداخت به نام کتاب سوزان که به راستی در شگفت هستم من از این کار کسروی، انسان کتاب نویس و نویسنده و پژوهشگر موضوع کتاب سوزان رو به وجود بیاورد کار بسیار بسیار نادرستی بوده و خشم جامعه روشنفکری ایران رو به جان خودش خریده و هیچ توجیهی هم برای اون نمیتوان داشت که چرا کسروی وارد این کار شده. من انگیزه اون رو میتوانم دریابم، ولی به راستی میتوان گفت که کار بسیار نادرستی بوده و دشمنی جامعه روشنفکری ایران رو به خودش خریده این کاری که کسروی کرد. بله، پیش از اینکه به مسئله کشته شدن کسروی و پایان زندگی او بپردازیم، بعد نیست در این زمینه به دوستان اشاره کنم که کتاب‌هایی که احمد کسروی نوشته مثل شیعیگری، صوفیگری و این نوع کارها، هنگامی که شما میخوانید نوشته احمد کسروی رو، با این روبرو میشه که در هر برگ اون با شماری از پرسش‌ها و اینکه این رو در کجا باید یافت، اصلش چیست، چرا به این عبارت پرداخته، روبرو میشی. شکی در این نیست. مهم این است که این کتاب را در هر سنی میخوانید این پرسش ها است. آقای امینی کاری که کردن بر این دو کتابی که اشاره کردم، شیعیگری و صوفیگری، نمیتونم نامش رو بذارم حاشیه نویسی، نمیشه نامش رو نوشت همراه کردن با پانوشت، برای اینکه این کتاب های 80 صفحه‌ای هر کدوم به کتاب 500 خورده ای صفحه‌ای بدل شده و به این ترتیب پاسخگوی بسیاری از اون پرسش هایی است که موقع خواندن به یک فرد خواننده دست میده، خب که این یعنی چی، این موضوع یعنی چی. و بعدم زندگی و زمانه احمد کسروی بازگو کننده فراز و نشیب های تاریخی ایران در زندگی این نویسنده و این پژوهشگر است. خب چرا ببینید، برویم به سوی این مسئله که چگونه است که اون چه که این فرد احمد کسروی تلاش میکنه بهش بپردازه، تلاش میکنه منطق رو و جستجوگری رو و ببره بین جامعه و جامعه دچار یک عقل نقاد، اگر بخوایم تازه به اون مفهوم اسمش رو نذاریم، دست کم یک علامت پرسش در ذهنش روبروشه، با علامت مرگ با احمد کسروی برخورد میکنه. یعنی اون بزرگان دین گرفته تا خشونت طلبان دینی در جستجویی میشن که چگونه او رو از میان بردارن. کسی که نامی از اون نمیخوام اینجا بیارم، یک نکته درستی رو گفت در مورد کسروی. گفت مردی که پلنگ آرمیده دین رو بیدار کرد. کسروی دست به کاری زد که در اون دورانی که جامعه ایران باز شده بود، در دوران رضا شاه فرق میکرد، جامعه ایران باز شده بود و دین به سپهر عمومی وارد شده بود، رفت نشست پای اینکه این ارزش های دینی رو افشا بکنه، خرافات رو. و خب طبیعی است که این رو نمیپذیرفتن و یک گروه ارتجایی تندرویی به تحریک روحانیان و بازاریان رفت به پای کشتن کسروی، شوربختا که دولت آن زمان به پاسداری و پشتیبانی و نگهبانی از احمد کسروی بر نخواست. پس از کوشش در ترور او در اردیبهشت، این دولت بود که باید از او پاسداری میکرد و نگهبانی، ولی دولت هرگز این کار رو نکرد و خود نواب صفوی رو هم پس از چند هفته آزاد کرد. و این است که اونها گستاختر شدند و در 20 اسفند 1324
در کاخ دادگستری او رو با چاقو و سلاح گرم کشتند و بسیار هم دردناک بود او و حدادپور. خب من بیشترم به شما گفتم پدر من که در اون هنگام قاضی دادگستری بود در ماجرای کشته شدن شاهد نبود، ولی در ماجرای پس از کشته شدن، یعنی همون چند دقیقه پس از کشته شدن، در دادگستری بود و با زبان خودش این رو در میان نهاده و این نوار گفتگوی ایشان در دسترس شماست. بله، ما پخش خواهیم کرد آقای امینی در پایان برنامه و دوستان هم اشاره می کنم که در هفت دقیقه آخر برنامه به این خواهیم پرداخت، ولی چون هنوز تا اون زمان وقت داریم من یک پرسش دیگر رو در زمینه بس کشته شدن احمد کسروی مطرح بکنم. یک این که تا کنون هیچ کدوم از این نواندیشان دینی رد نکردن ترور احمد کسروی رو، یعنی این مقاله من شاید من ندیدم برای اینکه احمد کسروی رو نباید میکشتن، ما جایی از این نواندیشان دینی ندیدیم. بدتر از آن این است که پس از ترور احمد کسروی و کشته شدن او، در کنگره کانون نویسندگان که درست یک هفته پس از اون تشکیل میشه، هرگز محکوم نمیشه این ترور. در این زمین، در این دو زمینه از شما بشنویم و سپس اون بخش رو پخش خواهیم کرد. نخستین کنگره نویسندگان گمان میکنم 6 ماه نه یک هفته پس از کشته شدن کسروی برگزار شد، تا اونجایی که من میدونم، شاید شما اطلاعات درست‌تر باشه، ولی حتی یک دقیقه سکوت هم برای این مرد اعلام نکرد. بله درست می‌فرمایید. نه نشستی داشتن، نشست پیش از کنگره بله، داشتن بله، در که در اون نشست بله، این موضوع مطرح شد ولی بیانیه‌ای بله، ندادن. نخستین کوشش برای کشتن کسروی روی داد، 2-3 نفر از اعضای حزب توده به دیدار او رفتند، ولی هیچ کدوم از روزنامه‌های اون زمان جز روزنامه ایران مطلبی در این باره ننوشت و پس از کشته شدن کسروی هم تنها روزنامه ایران بود که در این باره نوشت، ولی روزنامه‌های دیگر سکوت کردند، از جمله روزنامه‌های چپ. و همون جور که گفتید نخستین کنگره نویسندگان ایران نامی هم از این مرد نبرد و بسیار شرم‌آور بود این رفتار. درباره پرسش اولتون یادم رفت، نواندیشان دینی چرا تا کنون محکوم نکردن؟ چند سال پیش در یک برنامه ای یک مطلبی رو تهیه کردم و در دسترس، نامشون نمیارم، 6-7 نفر از آدم های برجسته روشنفکر دینی قرار دادم در سالگرد 70 سالگی کشتن کسروی، یعنی در حدود 7 سال پیش، و از اونها خواستم که حالا خودشون به قلم خودشون با انشای خودشون رو درست کنن و بیرون بدن، و اونم این بود که جدا از این که ما با اندیشه های کسروی موافق یا مخالف باشیم، ما ترور کسروی رو یک قتل قلمداد میکنیم و اون رو محکوم میکنیم. پای این نرفتن تا امروز هم این دوستانی که به حقوق بشر باورمند شدند حاضر به محکوم کردن ترور کسروی نیستن. در راه رو انگامی که ما با هم صحبت میکنیم میگوین که بله آقا خاله خیلی غلطی بوده این کار کردن، وقتی میگویم که این رو بنویسید به نام خودتون منتشر کنید، این کار رو انجام نمیدن. چرایی اون رو در چی میبینید؟ آیا برخوردشون با داستان فدایان اسلامه یا برخوردشون با این است که امروز ضرورتی در مورد این ترور نوشتن رو نمیبینن؟ نه، من فکر کنم هنوز بنده نافشون با این اندیشه هاست. من فکر کنم این بچه زاده شده ولی این بنده ناف رو نتونستن ببرن در برخی از زمین ها. شما نگاه کنید به یه آدم بسیار بسیار پیشرفتهی مانند مهندس صحابی، آدمی بود مبارز در برابر این حکومت، در یادمانده خودش افتخار میکنه که من هنوز یک چاقویی رو به من هدیه کردن که در اون فدایان اسلام در واقع اون رو به من تقدیم کردن و چیزی نوشتن. خب
این مهندس صحابی است، مهندس درس خوانده است، آدم با دانشی، آدم پیشرفته است. این بند ناف با این رفتار دینی رو که کشتن آدم برگشته از دین رو صلاح میدانه، این رو این نسل روشنفکر دینی هنوز از اون جدا نشده که بگوید این جنایت است. انسان بنا نیست به دین پدر و مادرش باشه، حق داره دین تازه انتخاب کنه، حق داره بیدین بشود، حق دارد که بهایی بشود، حق دارد به هر دین دیگری بپیوندد و هیچ کس حق ندارد اون رو محکوم به مرگ بکنه. این رو هنوز آشکارا اعلام نکردند. بله، خب در مورد زندگی احمد کسروی و اون چه که او کرد شاید ساعتها و ساعتها میتوان برنامه داشت و به گفتگو نشست. اینکه آیا او یک مصلح اجتماعی بوده یا یک فردی بوده که میخواسته فقط یک منتقد دین بوده، چرا به این کارا دست داد. بسیار آقای امینی با در گفتگوهای متفاوتی که فکر میکنم در این هفتهی که گذشت داشتن و شما بسیاری از گفتگوها رو بر تارنماها و یوتیوب ها خواهید دید، سخنان متفاوتی داشتن. در گذشته هم در این زمینه با دوست گرامی زنده یاد حسین مهری بسیار گفتگو کردن که من امروز نگاه میکردم دیدم که بسیاری از اینها بر روی 27 هست. بله. 27 بار من با ایشون در باره احمد کسروی گفتگو داشتم. بله، من امروز میدیدم در یوتیوب که نه خود شما نه آقای مهری بلکه دوستانی که این برنامه ها رو میشنیدند در اون موقع که شما داشتین در زمان رادیویی، حتی اونها رو تصویری کردن و بر روی تارنما گذاشتن و بسیار دیدنی و شنیدنی و یاد گرفتنی است. جناب امینی از شما سپاسگزارم که در برنامه حضور پیدا کردین. پس از خداحافظی با شما از دوست گرامی آقای رامین خواهم تقاضا میکنم که صدای آقای نصرت الله امینی پدر آقای محمد امینی رو زنده یاد رو پخش کنن در مورد اون روز که تو اتاق هم نشسته بودم که مشرف به حیات بود که راه هم منحصر از همین خیابان خیام، خیابان جیل‌آباد سابق بود به دادگستری، اون در اصلی باز نشده بود، دیدم صدای الله اکبری میاد و سر شلوغ شده. بعد پاشتم نگاه کردم شلوغ است و به پیش خدمت گفتم برو ببین چه خبر شده. رفت و برگشت و گفت آقا کسرایی را کشتن. ما یک پاسپورتی داشتیم، پاسپورت شعبه یک دادسرای تهران به اسم کسرایی. من خیلی ناراحت شدم، دویدم آمدم پایینو که برم ببینم چی شده. رفتم تو قسمت دادسرا، دیدم جلو شعبه هفت پاسپورتی شلوغ. خب بعد پرسیدم گفتن آخه کسروی کشته شده. بنده وارد تو خوب بود چیزی که پیش خدمت ها راه باز کردم. بنده رفتم تو اتاق و دیدم دم در اتاق یک جوانی افتاده، کارت خورده و مرده که معلوم شد بادیگارد سید احمد کسروی است. و وسط اتاقم کسروی افتاده، شکم از شکمش مقدار زیادی روده و درسته بیرون آمده، دندان مصنوعیش افتاده بیرون و فوت کرد. و زیر میزم آقای بلیغ بازپرس شعبه هفت قش کرده افتاده. بنده آقای بلیغ را با پیش خدمت ها کشیدیم بیرون و بردیم اتاق دیگه و دادستان تهران هم آقای مجلسی بود آمدن و بعد تلفن کرد ایشان که خود بنده بودم تو اتاق، تلفن کردیم به فرماندار نظامی چون جرمی واقع شده بود مربوط در صلاحیت فرماندار نظامی و مختار سرهنگ یا سرگرد و سرگرد بود سرگرد شجره از دادسرای حکومت نظامی آمد. بنده کاری کردم، تلفن کردم به وزارت دادخانه و گفتم چه این وضعی شد رخ داد، شما اجازه بدید ما امروز دادسرا رو تعطیل کنیم، یعنی کسی رو دیگه راه ندید. بنده چند تا از این منشیات دم در نشوندم که اختیارهایی که من روش بنویسن که به مناسبت حادثه‌ای که واقع شد دادسرا تعطیل تجدید بشه، که اصلا مثلا اگر اشخاصی را خواستن در ظرف 3 روز بیان، اگر احیانا نمی نوشتن که آمدن ممکن بود طبق مقررات جلبشون کنن، برای اینکه این کار نشود این کار ما سپردن بکنن. و
بعد جلو این راه رو شبه هفتم بنده بستم، پیش خدمت های دادگستری گذاشتم که کسی نره تا تکلیف جنازه ایشون معلوم شو. یه وقت این جوانی آمد و مشت زد و صف و باز کرد، گفتم آقا چه خبر چی چه؟ گفتن آقا کجاست پدر من کجا افتاده؟ گفتم پدر شما که؟ گفت کسروی. من در البته سلام بهشون کردم، معلوم شد آقای جلالی کسروی است، پسر کسروی، تسلیت گفتم. و خب او را من خودم توی اتاق دید جنازه پسرش، و معلوم شد که اون روز کسروی را برای ادای توضیحاتی، برای توضیحات راجع به همین کتاب شیعیگریش و ظاهرا اهانتایی که به نام جعفر صادق شده است یادی بازپرس، احضار کرد. البته این احضار کردن او در خارج منعکس شده بود و بنابراین دسته فدایان اسلام می دانستن که کسروی اون روز به دادگستری خواهد آمد. یک روز هم همین آقایانی که اون روز آمدن راز قتل کسروی شدن، امامی ها در درشکه به کسروی حمله کرده بودن در رو. ولی اون روز به طوری که خود بلیغ بعدن به من گفت، من از پرسیدم، گفت که وقتی که کسروی نشست و من شروع کردم که از او تحقیق بکنم، فعیزن دو نفر وارد شدن، یکی آمد بالای سر کسروی با کارد آخته به گردن ایشون زد، و وقتی که کارد زد اون بادیگارد کسروی که اون دمی در نشسته بود از این به قول ما عرب میگفتیم پیشتو، از چیزهای روسی داشت، بلند کرد و که این ضارب را بزند، ولی برادر این امامی که دمی در بود او با کارد زد به دست اون حداد پور، اسمش هم حداد پور بود اگر حافظم یاری که بکنه، و چیز که دست این تکان خورد، به جای اینکه این گلوله بخورد به ضارب کسروی، خورد به شکم کسروی. بعد این تیر که وقتی که اون برادر ضارب کسروی کارت میزند به دست حداد پور، تیر دستش تکان میخوره و تیر به جایی که بخورد به ضارب، میخورد به شکم کسروی و از تو شکم کس بیرون میاد و میخوره به رادیاتور شوفاژ و میخوره میره به سقف که پوکش توی اتاق بود. و ظاهرا در فرمانداری نظامی و دادگاه همین بساط درست کردن که باعث قتل کسروی اون گلوله ایست که منشیش زده، اون کارت باعث قتلش نشده، باعث قتل اون گلوله شده. بنابراین اونها را روی اعمال نفوذی که کردن، دستگاهی که دست فدایان اسلام آمد کردن که اون ظالمین تبرئه شدن و مجازات نشدن. و ما گرفتار شدیم آقای دکتر توی همین جریانات، و برای اینکه این جنازه کسروی را هیچ مسجدی و هیچ قبرستانی حاضر نبود قبول بکند، روی همین سر صدا شد تا برخب چهار بعد از ظهر با زحمتی اون آقای متین که مهندس متین که وقت رئیس انتظامات دادگستری بود و بندم بودم و اقدام کردیم تا بالاخره این جنازه را از دادگستری بردن. در اون روزی که این سوء قصد واقع شد، آیا در اتاق بازپرسی غیر از آقای بلی و بادیگارد آقای کسروی و اینها کسی دیگه؟ هیچ کسی نمی نخه، اصولا معمولا در بازپرسی ها نباید کسی باشه، من مطلق کسی نبود، من که من از خود بلیخ هم هم وقت چون نمیتونست کسی دیگه باشد. این گفتگو را شنیدید، گفتگویی که برمیگرده به یک دوران تاریخی. اجازه بدین از این زمان یکی دو دقیقه باقی مانده بهره بگیرم و اشاره کنم. هفته پیشم اشاره کردم که من یک تارنمای انگلیسی زبان در مورد خبرهای ایران منتشر کردم، درست کردم، سامان دادم که انگلیسی زبان است، برای اینکه فارسی زبان که بسیار داریم. کاری که این تارنما میکنه اینه، در خبرهایی که درباره ایران در نشریات انگلیسی زبان جهان یا رسانه ها، میخواد رادیو و یا تلویزیون ها باشه، مطرح میشه، اونها رو در مقایسه میکنه و در اون زمینه میآورد. البته راه برای اینکه دوستان ایرانی فارسی زبان که انگلیسیشون بسیار خوب هست و میتوانن بنویسن، میتوانن به ما نظر خودشون رو یا
مقاله خودشون رو بنویسن بفرستن، یا هر مقاله ای رو که در روزنامه های معتبر میبینن میتوانن نقد کنن و نقد اون رو برای ما بنویسن. اونهایی هم که دست به یاری دارن میتوانن یاری کنن، میتوانن به اون گوشه برون و در اونجا بر بخش دونیشن پرداخت کنن. من اتفاقا همین تصویری که الان بود بهش اشاره بکنم و اون است که خب ببینیم خبرها از سیاسی میاد در مورد اینکه مثلا اسرائیل چی میگه، دیدار وزیر خارجه اسرائیل و دیگران از بحرین رو که آخرین خبر هست در درون اون هست، و اینکه حتی به خبرهای فرهنگی و هنری، یعنی بهمن قبادی و اینم مال آذربایجان هست، یعنی آخرین حرکتی که مانور نظامی بهره، این بهمن قبادی تقاضا کرده از جایزه اسکار که یک بخشی رو اختصاص بدین به کسانی که ایرانی هستن و در خارج از کشور زندگی میکنن و بتوانن اونها هم نمایندگی بکنن فرهنگ و زبان و تاریخ و فیلم ایران رو در برون مرز. خب از شما آقای امینی خداحافظی میکنم و سپاسگزارم. خواهش کنم. ببینندگانمون هم میگم روز و روزگارتون خوش تا هفته دیگر.